درودی دوباره بر همه دوستان و همراهان ایران و پایدار با یکی دیگه از برنامه‌های مسئله شناسی و حکمرانی در ایران در خدمتون هستیم و از سلسله برنامه‌های اهداف نظام حکمرانی که تا امروز 3 برنامه رو ما برگزار کردیم، برنامه‌هایی در مورد آزادی، برابری و عدالت و موضوع برنامه امشب شادکامی هست. من توضیح مختصری رو در مورد این سلسله برنامه‌ها و بخش مسئله شناسی و حکمرانی در ایران خدمتتون عرض می‌کنم تا بعد بریم در خدمت آقای دکتر حیدری باشیم برای موضوع و بحث شادکامی. بر اساس اون پشتوانه نظری و اون نظریه‌ای که مجموعه ایران پایدار بر اون بنا شده، یکی از مهمترین بخش‌هایی که سبب ساز ایجاد مسائل و آسیب‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران شده، ناکارآمدی نظام حکمرانی در ایران هست و این ناکارآمدی رو هم در معماری نامناسب این نظام سیاسی و نظام حکمرانی و بخش‌های گوناگون اون جستجو می‌کنه. یکی از بنابراین اگر این موضوع رو اصل قرار بدیم، اون وقت بحث معماری و طراحی نظام حکمرانی در ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و البته اجزا و عناصر گوناگون این نظام حکمرانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و بعد به هم پیوستن اینها و تشکیل یک نظام حکمرانی در سطح ملی. اما قبل از اینکه به بحث معماری نظام حکمرانی و نظام سیاسی در ایران بپردازیم، اصولا باید توافق نسبی بر سر اهدافی که قرار اون نظام حکمرانی و نظام سیاسی برآورده بکنه وجود داشته باشه، یعنی بدونیم اون طراحی و اون معماری نظام حکمرانی و نظام سیاسی برای برآوردن چه اهدافی باید صورت بگیره. بعد از اینکه در مورد اهداف صحبت کردیم که سلسله برنامه‌هایی رو که در خدمت های دکتر حیدری در 3 برنامه گذشته و البته برنامه امشب هستیم قصد داشت که این بخش رو پوشش بده، یعنی در مورد اهداف صحبت کردیم، اون وقت باید به سراغ این بریم که اون ساختارها و اون نظام‌های حکمرانی و سیاسی که باید این اهداف رو برآورده بکنن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. و بعد از اینکه در مورد ویژگی‌ها و اهداف صحبت کردیم، اون وقت زمینه آماده میشه برای اینکه بگیم که خب چه ساختار و چه نظام حکمرانی و سیاسی با چه معماری میتونه واجد اون ویژگی‌ها باشه و بتونه اون اهداف رو برآورده بکنه. با این توضیح مقدماتی و برنامه‌های 3 برنامه گذشته‌ای که برگزار شده در ارتباط با اهداف نظام حکمرانی و در اون به موضوع آزادی، برابری و عدالت پرداختیم، موضوع برنامه امشب و یکی دیگه از اهداف نظام حکمرانی که به نظر میشه در نظریات گوناگون روی اون تاکید شده و موردیه که میشه بگیم که انسان‌ها فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکریشون، فارغ از تفاوت‌های فرهنگیشون میتونن بر سر اونها توافق داشته باشن، موضوع و بحث شادکامیه و تلاش میکنیم که امشب در مورد این موضوع با آقای دکتر حیدری گفتگو بکنیم و از دانش و نظریات ایشون در این زمینه استفاده بکنیم. دکتر حیدری عزیز، در خدمت شما هستیم. اگر صحبت و سخن مقدماتی با بینندگان و شنوندگان برنامه هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ بحث شادکام. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثی که امشب میشه بحثی باشه که مورد پسند دوستان و شما واقع بشه. هستم خدمتتون. صداتون قطع شد. عذرخواهی میکنم، میکروفون رو بسته بودم، فراموش کردم. میگم اگر موافق باشید قبل از اینکه بریم سراغ بحث‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد شادکامی، اصولاً به این بپردازیم که وقتی که از شادکامی صحبت می‌کنیم منظورمون چیه؟ اصلاً مفهوم شادکامی در ادبیاتی که در این حوزه طرح شده به چه معنا و مفهومی است؟ و اگر شد برامون توضیح بدید که اصولاً نسبت این شادکامی با اون آزادی، برابری و عدالتی که در 3 جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم چی هست؟ با این توضیح که دوستان اگر برنامه‌های گذشته رو بنا به هر دلیلی ندیدند یا نشنیدن، نسخه دیداری و شنیداری اونها در شبکه‌های اجتماعی مجموعه ایران پایدار وجود داره و میتونن به اون دسترسی داشته باشن. بفرمایید آقای دکتر حیدری. قربون شما. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه نکته رو خدمت دوستان بگم. من این که گفتم، یعنی اعتقاد دارم که چرا تو نظام حکمرانی ما، چرا تو نظریه های سیاسی ما 4 تا غایت داریم،
مثلا نگفتم 5 تا 6 تا 7 تا. من اینو عمدتا مبتنی بر کتاب هایی که تو ادبیات این حوزه نوشته شده. این که من 4 تا رو گفتم عمدتا از این کتاب استفاده کردم که عنوانش هست This is Political Philosophy. اینجا آورده گفته که در مجموع ما 4 تا ارزش یا غایت یا هدف تو حکرانیمون، تو نظریه های سیاسیمون داریم. این نکته اول. دوم اینکه برای آزادی من عمدتا به آثار برلین رجوع کردم، برای برابری من به آثار تی ام اسکنلن که یکی از مهمترین متفکران این حوزه است که یک کتابشو همین تو یکی از مؤسسات کامل فصل به فصل تدریس کردم. در باب عدالتش هم یک کتابی که این کتاب هم فکر کنم فارسی هم ترجمه نشده، کتابی که نظریه های عدالت توضیحی تو این که بر اساس این کتاب توضیح دادم که اگه دوستان خواستن میتونم هم فایلشو و هم حتی خود کتابو خدمت دوستان تقدیم کنم. و بحثی که امشب داریم خیلی بحث مهمیه و بحثی است که تو آزادی، برابری، عدالت کمابیش تو متفکران دیگه، دانشمندان دیگه و نظریه پردازان دیگه بهش پرداختن، ولی بحث شادکامی یا نیکزیستی که من این دوتا رو، شادکامی رو معادل هپینس میگیرم و نیکزیستی رو معادل ویلبینگ میگیرم، این دوتا رو به جای هم امشب به کار میبرم. و عمده تاکیدم بر روی این کتابیه که 2023 منتشر شده، اسمش هست Wellbeing Science and Policy، علم و سیاست گذاری. این کتاب بسیار کتاب مهمیه، از مهمه که چون به خاطر نویسندش ریچارد لایارد که بهش میگن تزار شادکامی بهش میگن، اینقدر تو این حوزه اقتصاددونیه، ایشون اقتصاددونیه که رو مخصوصا رو ویلبینگ و هپینس کار کرده، که کتابایی که از 2005 به بعد که تو این حوزه نوشته تماما به این حوزه میپردازه. اینا من عمدتا گزارشی که امشب میگم و اگر اجازه داشته باشم این جلسه آخرمون هم هست و این حوزه خدمتتون عرض بکنم جدیدی هست، بیشتر توضیح بدم، یه رو شاید مثلا 20 دقیقه بیش از وقتایی که قبلا در مورد اونا صحبت کردم، اگه اجازه هست من روی صحبت کنم، چون بحث خیلی مهمیه و در این حال تو ایران ادبیات بحثش هم تازه 5-6 سالیه که داره ترجمه میشه و حوزه خیلی مهمیه تو مخصوصا تو حوزه سیاست گذاری و حوزه خدمتتون سیاسی ما. خدمتتون عرض بکنم که همونطور که گفتم تو این بحث من یعنی به تبع ریچارد لایارد ویلبینگ و هپینس و ویلبینگ رو ترجمه میکنم به نیکزیستی و هپینس هم ترجمه میکنم به شادکامی. این دوتا رو به جای هم به رفاه هم ترجمه کردم دکتر، درسته؟ بله بله، رفاه ترجمه کردم، ولی ترجمه چیزی نیست که بتونه همه نظریات رو پوشش بده. الان من وقتی که نظریات رو میگم که چرا رفاه میذاریم، فقط یک معنا از اونو چیز میکنه، در بر میگیره. اینا این سابقه بحث شادکامی یا ویلبینگ از قرن 18 هم کلید خورد و عمدتا هم به دست فیلسوفان اسکاتلندی انگلیسی این نظریه پرورانده شد که بنیانگذارش و پدر این بحثا جان استوارت میل. جان استوارت میل این اولین بار بود که این نظریه رو به صورت این غایت رو به صورت نظری تدوین کرد و ازش دفاع کرد و این الان این به عنوان حتی بعضی قائل به اینن که شادکامی، هپینس یا ویلبینگ به عنوان تنها غایت ما هست. ولی من چون تو خودم تو غایات متکثرم، تکثرگرایانم، یعنی یه غایت رو نمیگم سیطره پیدا کنی یا آزادی یا برابری یا خدمتتون عرض بکنم عدالت، من میگم همه این چهار تا مهمن، ولی این نظریه هم غایت هم غایتی نیست که ازش بتونیم چشم پوشی بکنیم. و این نیست که شاید برای تحقق مثلا شادکامی طبیعتاً باید آزادی، برابری و عدالت وجود داشته باشه، یعنی به نوعی عام‌تر نسبت به اونها نیست.
ببین بعضی همچین نگاهی تاکید دارن، میکنن. میگن غایت ویلبینگ، نیکزیستی یا شادکامیه، هر چی دیگه میتونه ابزار برای این قائل بشه. بعضی ها میگن نه، اینها هر کدوم این چهار تا غایت، غایت مجزان که به یک دیگه نمیشه فروکاست. و به نظر من حق با اوناییه که نگاه متکثر دارن. ما آره ارزش برابری، آزادی نمیشه به شادکامی فروکاست، ولی این دوتا، ولی قبول دارم که رابطه هایی دارن، ولی فروکاستی نگاه کردنش عوارضی داره که اگه خواستیم تو سوال جواب بهش میپردازیم. اینا لایارت میگه که مفهوم نیکزیستی، ویلبینگ دو معنا داره، دو معنای کلی داره. یکی نیکزیستی عینیه، آره نیکزیستی عینی بهش میگن ابجکتیو ویلبینگ، نیکزیستی عینیه. این نیکزیستی عینی مهمترین شاخصه ای که برای این میشمرن جی دی پیه. آره جی دی پی مهمترین شاخصه های دیگه داره، مثلا نرخ سواد داره، نمیدونم فلان داره، خیلی ها میشمرن، ولی مهمترین شاخصه ابجکتیو ویلبینگ همون جی دی پیه که تو حوزه سیاست گذاری عمومی، تو زندگی شخصیمون هم درآمده. اما بعدها میگم که به چه دلایلی متفکران دیگه از این شاخصه به عنوان مهمترین شاخصه دست کشیدن و رو آوردن به یک بحث بسیار مهمی به اسم سابجکتیو ویلبینگ، آره یعنی نیکزیستی ذهنی. نیکزیست فارغ از اینکه دنیای بیرونی من چقدر زندگی باشه که به صورت نگاه میکنم زندگی شادکامانه ای باشه، خودم چه احساسی دارم فارغ از دنیای بیرون، این دنیای بیرون چه تأثیر رو احساس درون من میذاره، احساسات من میذاره. این جنبه بود که ریچارد دایارت و دانیل کانمن به این بحث پرداختن. اینا پس اینجا دیگه منظور شرایط بیرونی نیست که رو شما تأثیر میذارم. من اینجا ابجکتیو ویلبینگ رو میذارم کنار، بهش نمیپردازم، میپردازم به بحثی که خود لایارت بهش میپردازه، همون سابجکتیو ویلبینگ یعنی نیکزیستی درونی. که ببینیم این نیکزیستی درونی که اینا میگن یا ذهنی که میگن، نیکزیستی ذهنی که میگن، این یعنی چی؟ اینا وقتی که میان نیکزیستی ذهنی رو میخوان تعریف بکنن، میگن نیکزیستی ذهنی سه شاخصه مهم داره. وقتی که ما میگیم یه آدمی به لحاظ درونی ذهنی آدمی که زندگی نیکی داره یا شادکامه، سه تا شاخصه براش میشمارن. یکی خدمتتون عرض بکنم یه روشی که استفاده میکنن ازش، خدمتتون عرض بکنم که بهش میگن evaluative well-being. یعنی میام اینجا برای اندازه‌گیری نیکزیستی از آدما میپرسیم که به طور کلی این روزها چقدر از زندگیتون راضی هستید. این یه سوالیه که هر جوابی بهش بدید، یعنی یکی از مؤلفه‌های نیکزیستی ذهنی رو برای شما مشخص میکنه. که یه نظرسنجی‌هایی دارن بین 0 تا 100، 10 میبخشید 0 تا 10، 0 اصلا راضی نیستید، 10 کاملا راضی هستید. ازتون میپرسن که این روزها در کل از زندگیتون چقدر راضی هستید، و تو این مقیاس از آدما میخوان جواب بدن. این یک جوابه، یک چیزه. دومیش میگن که هدونیک ویلبینگ، نیکزیستی لذت طلبانه. این روش میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که لحظه به لحظه تو در طول 24 ساعت لحظه به لحظه از شما میپرسه که در این لحظه چه حسی دارید، اونو بیان میکنید. این دومیشه. و سومیش هم اودایمونیک ویلبینگ، نیکزیستی سعادت باورانه است، که سوالش اینه که فکر میکنید که زندگیتون چقدر ارزشمند بوده یا هست. این سه تا شاخصه و سه تا شغله برای نیکزیستی ذهنی. یکی ارزش گزارانه، یکی لذت طلبانه ذکر میکنه، و یکی هم سعادت باورانه. میگه ایناست. بعد یه سوال مطرح میشه که چرا ما از شاخصه عینی نیکزیستی که مهمترین شاخصش GDP بود، درآمد سرانه ملی بود، ما از اون عدول پیدا کردیم
و اومدیم رو سابجکتیو ویلبینگ. چه دلیلی باز شد؟ چون اگه شما بهتر از من میدونید که تو نظریات علوم سیاسی و جامعه شناسی توسعه مهمترین شاخص هایی که تو نظریات کلاسیک توسعه دنبال میکردن همین جی دی پی بود دیگه، و الان هم اگه نگاه بکنید کسایی که به این قائلن مثل استاد عزیز شما آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر سریع قلم، بیشترین تأکیدی که رو توسعه دارن همین عنوان جی دی پیه، اینو میسنجن اینا. این خیلی مهمه، خیلی از چیز تاثیرگذاریه و شاخص مهمیه، نمیشه انکارش کرد. اما دو تا دلیل باعث شد که بعضی ها از این شاخصه ابجکتیو ویل بینگ، یعنی تو زندگی فردیمون میشه درآمد و تو زندگی جمعیمون میشه جی دی پی، درآمد سرانه ملی، این چی شد که از این عبور عدول کردن؟ دو تا دلیل براش ذکر میکنن که ریچارد لایارد میگه. دلیل اول میگه که کسایی که تو این 50 سال گذشته اومدن گفتن که این معیار خیلی تنگ، معیار خیلی محدودیه برای سنجیدن درآمد، معیار خیلی محدودیه برای سنجیدن نیکزیستی ما. ما زندگیمون خیلی ابعاد گسترده تر داره، شاخصه های خیلی مهم داره که میتونه اون شاخصه ها رو ما گسترش بدیم. درآمد یکی از اونا باشه، هست، ولی شاخصه ها خیلی گسترده میشه، که در این میان اقتصاددان مهمی مثل آمارتیا سن کمک کرد به این بخش، که اومد گفت که فقط درآمد نیست، خیلی چیزهای دیگه است. اون خیلی چیزهای دیگه است، محور اصلیمون، محور اصلی بحثامون تو امشب اینا. این یکیه. دوم هم این که کسایی که دغدغه محیط زیست داشتن، دغدغه حفظ، خدمتتون عرض بکنم که نسل‌های آینده حفظ محیط زیست دارن، اینا اومدن گفتن که اگه این معیار ابجکتیو ویل بینگ که همون جی دی پیه، اگه اونو ما دنبال بکنیم دیگه تقریبا از محیط زیست ما دیگه اثری باقی نمیمونه. همه اگه دنبال کشورها، همه کشورها و هم دنبال این باشن که این شاخصه رو ببرن بالا، دیگه واقعا به محیط زیست آسیب میرسونه. و این بحث اینجاست که یه ذره ترمز این بحثو کشید که ما تا کجا قراره بریم، و این بحثی که پیش اومد اینا. این گزارشی بود که از این که چجوری ما از ابجکتیو ویل بینگ رسیدیم به سابجکتیو ویل بینگ، یعنی نیکزیستی ذهنی. و نیکزیستی ذهنی هم سه تا شاخصه براش چیز کردن، اینکه یکی شاخصه ارزش گذاران است که در کل این روزها چقدر از زندگیتون راضی هستید، این یکی شاخصه لذت طلبانه بود که لحظه به لحظه زندگیتون رو میسنجه، میگه در طول روز 24 ساعت شما مثلا 18 تا کار انجام میدید، این 18 تا کار چه حسی دارید، اینو میسنجه. و سومی هم سعادت باورانه بود که میگفت، میپرسید که زندگیتون چقدر ارزشمنده، چقدر فکر میکنید ارزشمنده. لایارد میگه از این سه تا شاخصه سابجکتیو ویل بینگ من میپردازم به اون همون ارزش گذارانه، که این سوال، این که در کل چقدر از زندگیتون راضی هستید. میگه این سوال خیلی چیزا تو ابعاد زندگی ما میتونه زندگی ما رو، خدمتتون عرض بکنم، ابعادی از زندگی ما رو بر ما شکوفا بکنه که چقدر علاوه بر درآمد چه تأثیر عظیمی رو نیکزیستی ما داره. اگه ما سوالی ندارید من وارد این عوامل بشم که به نظر مهمترین بحث امشب ما هست. بله بفهمید دکتر، اختیارت هست. پس کسایی که اومدن از عدول کردن از ابجکتیو ویل بینگ که معیارش درآمد بود، از این عدول کردن اومدن رو سابجکتیو ویل بینگ. تو سابجکتیو ویل بینگ هم از این سه تا نظریه اومدن رو شاخصه ارزش گذارانه تاکید کردن و گفتن این میتونه خیلی بخش عظیمی از زندگی، نیکزیستی زندگی ما رو تبیین بکنه. اومدن گفتن که عواملی که نیکزیستی ما رو میسازه دو بخش خیلی کلان داره. یک بخش ایجنت محوره، فاعل محوره. یک بخش انوایرومنت محوره، یعنی محیط محوره. گفتن که ما نیکزیستی ما دو تا شاخصه مهم داره. یکی اون چیزایی که به من فاعل، به من بستگی داره، این میتونه زندگی منو خوب بهتر کنه، یه بخشه. بخش دومیش هم بخش محیطی که دارم زندگی میکنم، محیط به معنای گسترده، نه محیط زیست، به معنای محیط کل، یعنی به معنای وسیع ترین کلمه که یه چیزای خارج از منه. این سابقه برمیگرده بحثی هم که تو جامعه شناسی داریم که ساختار کارگزار میگفتن.
این اینا اومدن به جای اینکه بر یک عامل تاکید بکنن، میگفتن هر دوتا تاثیر داره، هم فاعل تاثیر داره هم محیط تاثیر داره. الان تو این فاعل که به من بستگی داره، نیکزیستی من بستگی داره، اومدن گفتن که تحقیقات جدید نشون میده که سه تا عامل اگه تو فاعل هست، سه تا عامل خیلی مهمی هست که تو نیکزیستی ما تاثیر میذاره: یک، رفتار ما، دو، افکار ما، و سه، ژن ما. این سه تا رو خیلی رو نیکزیستی ما تاثیر میذاره که من الان یکی یکی توضیح میدم، بعد میرسم به محیط. تو محیط هم که منظور از محیط یعنی آنچه برای ما اتفاق میفته بیرون از خودمون، یکی خانواده و تحصیلات ماست، دو، سلامتی ما، چهار، داشتن کار، پنج، سه، داشتن کار، چهار، کیفیت کار، پنج، درآمد، شش، اجتماعات، هفت، محیط زیست ما و آب و هوای ماست، و هشت، نظام سیاسی ما، که در کل رو 11 عامل اینا تاکید دارن. تحقیقاتی که تو 2023 منتشر شده، لایارد اومد گفت که قبلا میگفت 7 عامل، الان گفت که 11 عامل تاثیر داره، که سه تا به من فاعل بستگی داره، هشتاش به بیرون از من فاعل یعنی به محیط من بستگی داره. اینا الان بیایم رو فاعل، گفتیم رو اون چیزی که رو فاعل ما رو فاعل تاثیر داره، سه تا. که بریم سراغ این دکتر، هیچ اولویت بندی هم نمی کنن که مثلا ممکنه یک عامل نسبت به عوامل دیگه مهمتر باشه، مثلا نظام سیاسی به نظر میرسه تمامی اون 7 عامل دیگه رو داره تحت تاثیر قرار میده. آها بله بله، میرسیم اونو آخر یکی یکی گفتیم، تو ارزیابیمون میگیم که کدوم تاثیر میذاره. ولی اینی که این 11 تا عموما تاثیر میذارن، ولی اینکه چه مقدار تاثیراتشون چه مقدار، اون یه بحث دیگه است که اگه آخر رسیدیم به اون بحث پایانی اونجا بهش میپردازیم. اینا یکی رفتار ما داره. این خیلی این بحث تو این حوزه خیلی بحثای جذابی شده. بحثای جذاب این حوزه مربوط به دانیل کانمنه. کانمن خیلی بحثای جذابی تو حوزه رفتاری آورده که رفتار ما چقدر تو نیکزیستی ما تأثیر داره. الگوی اقتصاد سنتی میگفت که انسان هر کاری که برای نیکزیستیش بهتر میدونه انجام میده، و فرایند تبادل مبادلات داوطلبانه و اختیاری که انسانها دارن کمک میکنه، هر چقدر داوطلبانه و اختیاری باشه کمک میکنن که نیکزیستی ما به بیشتری حد برسه. لذا اقتصاد بازار آزاد هم برای این معنا شکل گرفت که هر چقدر مداخله کمتر باشه، انسان ها خودشون میتونن نیکزیستی خودشون رو تامین بکنن. اما علم رفتاری جدید این دیدگاه به چالش کشید و بنیانگذار علم رفتاری جدید هم دانیل کانمن بود، که روانشناسی بود که تو اقتصاد جایزه نوبل برد. این روانشناسی که تو اقتصاد جایزه بود اومد گفت که دو تا مسئله پیش پای اقتصاد سنتی گذاشت که چالشی بود که برای اقتصاددانای سنتی. یکی این که گفت که تحقیقات من نشون میده که انسان‌ها در دنبال کردن مصالح خودشون چندان خوب عمل نمی کنن. بعضی آدم ها پرخوری می کنن، بعضی ها ورزش نمی کنن، بعضی ها معتاد می شن، بعضی دیگه آدم ها دنبال تغییراتی هن که فکر میکنن زندگیشون رو بهتر میکنه، بدون اینکه متوجه باشن که این تغییراتی که رو انجام دادن زود بهش عادت میکنن و احساس بهتری نسبت به قبل نداره. یه تحقیق کانمن اینجا انجام میده، میگه که از آمریکایی‌ها میپرسیم که چه چیزی حالتون رو خوش میکنه، میگه همه گفته بودن که مورمانی، پول بیشتر. بعد میگفتیم پول بیشتر برای چی میخوای؟ میگفت که پول بیشتر داشته باشم، یه خونه جدید میخرم، میرم یک مکان خوش آب و هوا مثلا تو کالیفرنیا و یک ماشین جدید میخرم. این تغییراتیه که با پول بیشتر میتونم انجام بدم. ولی کانمن اومد نشون داد که وقتی که شما این تغییرات انجام میدید، یک سازگاری لذت طلبانه تو زندگی ما وجود داره که ماشین جدید میخری، بعد یه مدتی باهاش سازگار میشی. خونه جدید میخری باهاش سازگار میشی، به مکان جدید نقل مکان میکنی باهاش سازگار میشی. این سازگاری در مقابل اون تصمیمی که تو گرفتی اونو خونسا میکنه. تو فکر میکردی که تغییراتی با پول بیشتر انجام بدی زندگیت بهتر میشه، ولی در واقع چی؟ این تصمیمت تصمیم چندان
قابل دفاعی نبود. چرا؟ چون این سازگاری وجود داره. بعد درآمدت میاد، بعد درآمدت دوباره میری بالا، باز همین سازگاری وجود میاد، میری بالا سازگاری وجود میاد. بعد کانمن میگه کجا برسی دیگه فکر میکنی دیگه حالت واقعا خوبه خوبه. میگه این یک واقعیت روانشناختی تو ما انسان هاست که هر انتخابی بکنی متأثر از این انطباق و سازگاری هست. بری جای خوش آب و هوا همین سازگار میشی، دوباره برمیگردی به حال قبل. خونه جدید بخری دوباره برمیگردی به حال قبل خریدن خونه. ماشین خیلی گرون قیمت هم بخری باز میگردی برمیگردی اینا. و این مسئله بود که انگار آدما تو تصمیماتشون که فکر میکنن اونا رو شادکام میکنه برآورد و تخمین های اشتباهی دارن. این یه نکته بود که علوم رفتاری و کانمن به ما گفت. خیلی به نظر من بحث خیلی مهمیه. بحث دومی که ایشون مطرح کرد این بود که، یعنی چالش دوم این بود که میگه هر کسی به شدت متأثر از اینه که انسانهای دیگه چطور رفتار میکنن داره. و این خیلی فرق میکنه با بازار. ببینید اون اقتصاددانای سنتی میگفتن که دو نفر مبادله میکنند این دو نفر مهمن. ولی ایشون اومد گفت که یک بحثی ما داریم که اقتصاددانا بهش میگن اکسترنالیتی، یعنی اثرات بیرونی. اقتصاددانا بهش میگن اثرات بیرونی، یعنی دو نفری که مبادله میکنن ممکنه تأثیرش رو نفر سوم هم بذاره. اینجوری نیست که اقتصاددانای کلاسیک میگفتن که مهم اینن که این مبادله این دو نفره و به کسی که نباید کسی مداخله کنه، نباید کسی دخالت بکنه اینا. و این اثر اکسترنالیتی خیلی اثر مهمیه و اینجاست که نیاز به مداخله پیدا میکنه. چرا؟ چون این دو نفر که با هم مبادله میکنن، با هم تعامل میکنن، فقط این دوتاشون نیستن، تعامل این دوتا رو نفر سوم هم تأثیر میذاره. این تأثیر رو نفر سوم چطوری خدمتتون عرض بکنم کم بکنیم یا زیاد بکنیم، این تأثیرات رو کنترل بکنیم، نیاز به مداخله پیدا میکنه. مثلا میگم برای ما واقعا اهمیت داره که انسانهای دیگه که در میان ما زندگی میکنن چطور آدمایی هستن، قابل اعتمادن یا از خود گذشتن. انسانهای دیگه در کل، یعنی کل جامعه بر ذوق و سلیقه ما تأثیر میذاره، خواه مثبت یا خواه منفی. انسانهای دیگه، این نکته خیلی مهمیه، میگه انسانهای دیگه اگه درآمد بالایی داشته باشه، این نیکزیستی آدم ها رو کاهش میده که بعد بهش میرسیم. خیلی بحث مهمیه، این بحث خیلی بحث جدیه که بهش میپردازم، که این بحث اکسترنالیتی یعنی اثرات خارجی رو مطرح میکنه. و در کل این رفتار ما که علوم رفتاری بهش چیز داره اینو مطرح کرد، این رو نیکزیستی ما تاثیر داره. این اولین بحثه که به خود فاعل مطرح میشه، یعنی رب پیدا میکنه. دومیش افکار ماست. دومی افکار ما، شکی نیست که افکار ما رو احساسات ما تاثیر میذاره و از اون ورم شکی نیست که احساسات ما رو افکار ما تاثیر میذاره. عکس این مطلبم درسته، احساسات ما رو افکار ما خیلی تاثیر میذاره. اما میگفتن که برای شکستن این دور اینه که ما تفکراتمون رو مدیریت بکنیم و بیاییم رو تربیت ذهن کار بکنیم. سنت های مختلفی در طول تاریخ اومده بودن رو تربیت ذهن کار میکردن، میگفتن هرچی ذهن تو خوب به بار بیاری، افکار تو خوب بار بیاری، این باعث میشه که تو زندگی خوبی رو در کل سپری بکنی. اینا چه سنت هایی بودن؟ یکی که کانمن این بخشین ریچارد لایارد میشماره، یکی سنت رواقیگریه، اینا یک بخشی چیزی. دومی آیین بودا بود. سومی ادیان بودن. تو دوران سنت این ستا خیلی تأثیر میذاشتن، افکار ما رو یه جوری بار میآوردن که در مجموع به نیکزیستی ما ختم میشه. میگه تو دوران مدرن دوتا دیگه اضافه شدن که خیلی دو نیکزیستی ما تأثیر میذاره اینا. یکی درمان های رفتاری شناختیه که اصطلاحا بهش میگن CBT. این درمان های شناختی تونستن تا حدی اضطراب و افسردگی ما رو کاهش بدن. این یکیه. بعدیش هم روانشناسی مثبت نگر بهش میگن، پوزیتیو سایکولوژی، روانشناسی مثبت نگر بهش میگن، که از سوی مارتین سلیگمن مطرح شد.
یعنی الان پنج به تعبیر لایار پنج سنت فکری وجود داره که اینا میان چیکار میکنن؟ میگن که اگر افکار تو تغییر بدی، اگر نظرات تو نسبت به عالم تغییر بدید، در مجموع نیکزیستی شما، زندگی شما بهتر میشه، زندگی خوبی رو سپری میکنید. که اینا یکی سنت رواقیگری بود، یکی خدمتتون عرض میکنم آیین بودا تاکید میکنه، یکی ادیانن و چهارمی سی بی تی بود خدمتتون عرض بکنم درمان رفتاری شناختی، و پنجمی هم خدمتتون عرض بکنم که روانشناسی مثبت نگر. این پنج حوزه، پنج هیته ای هم که تلاش میکنن از رو تغییر افکار تو زندگی تو رو بهتر کنن. اون اولی از تغییر رفتار میخواست زندگی تو رو بهتر بکنه، دومیش از تغییر افکار میخواد خدمتتون زندگی شما رو بهتر کنه. این چیه؟ دیگه خودش بحث مفصل میطلبه. من فقط تو این جلسه فرصت میکنم فقط اجمالا اون هیته هایی که به نیکزیستی ما رب پیدا میکنن و اونا رو فقط معرفی کنم. الان این که مثلا سنت رواقیگری، سنت روانشناسی مثبت نگر، اینا چی میگن که زندگی ما رو بهتر میکنن؟ خودش تو کتاب پرداخته، اساره چکیده همه اونا رو آورده، ولی من دیگه چون فرصت نیست فقط معرفی میکنم اینا. این دومیش. سومیش تأثیر داره ژن ما. ژن خیلی رو نیکزیستی ما تأثیر داره. تحقیقات جدید و جالبی هم تو این هیته صورت گرفته که چی نشون میده که چطوری ژن ها در مجموع زندگی ما رو میسازن و ژن ها در مجموع کیستی ما رو تعیین میکنن، و شواهد خیلی مهمی هم تو این زمینه لایارد جمع‌آوری کرده و به ما میگه. مثلا میگه که اولیش میگه مطالعات مربوط به دوقلوهاست. میگه مطالعات نشون میده که دوقلوهای همسان که ژن‌های یکسان دارن بسیار بیشتر از دوقلوهای غیر همسان به یکدیگه شباهت دارن، و همبستگی در نیکزیستی دوقلوهای همسان دو برابر بین دوقلوهای غیر همسانه. یعنی یعنی اینجا ژن خیلی تأثیر داره میخواد بگه. و میگه والدینی که بیش از یه بچه به دنیا میارن میتونن ببینن که کودکان بچه هاشون چقدر با هم فرق دارن، حتی اگه دقیقا به یه شیوه اینها بزرگ شده باشه، ولی میتونن این تفاوت اینا رو چی بکنن. ژن ها پس مهمن، و اینجا شاخه مهمی از علم ژنتیک به ما نشون میده که کدوم ژن های خاص برای نیکزیستی ما مهمن. اگه دوستان میخوان یه بحث این تو این بحث تو حوزه بحث مهمی رو دنبال بکنن، کتاب انتخاب کودکان مال جاناتان گلاور به این بحث خیلی پرداخته که ربط نسبت ژن و نیکزیستی چی هستن. یا این خیلی بحث مهمیه که از این تحقیقات تو نیکزیستی استفاده میشه برای اینکه ژن چه با نیکزیستی چه ارتباطی داره و چه تأثیری میتونه بذاره اینا. و خدمتتون عرض بکنم که اینجاست که مداخلات پزشکی دارویی و مداخلات پزشکی دارویی به کمک نیکزیستی میاد. اون کسایی که مثلا ممکنه معلول به دنیا میان، ناشنوا به دنیا بیان، نابینا به دنیا بیان، با معلولیت های حرکتی به دنیا بیان، علم ژنتیک میگه هرچی پیشرفت کرده تونسته در این جهت در نیکزیستی ما تأثیر بذاره و اون مداخلات رو چی بکنه. یه جایی هم هست دیگه هنوز نتونستن تغییرات ایجاد بکنن، هنوز نتونستن، و اون دیگه از دایره اختیار ما خارجه. بس این سه تا حوزه هم که به ایجنت، به فاعل میپردازن، که توی سه تا حوزه دنبال اینن که چطوری آدما زندگی خوبی رو سپری بکنن. یکی با تغییر رفتار بود، یکی با تغییر افکار بود، یکی با تغییر ژن ها بود. این سه تا خیلی چیز مهمه، و این متاسفانه این چیزی هم که تو ژن ها خیلی مهمه، این سیاستی گذاشتن غربالگری، این سیاست غربالگری به قول کالمن یکی از بهترین سیاست هایی که از طریق ژن نیکزیستی ما رو دنبال میکنه. میدونی این که بیماری های سندروم، آدمایی که با سندروم به دنیا میان به کمترین حد میرسونه، آدمای نابینا، آدمای معلول، آدمایی که ناشنوان، اینا خیلی رو نیکزیستی ما تاثیر داره. این یکی از حوزه های بسیار مهمه که تحقیقات خیلی مهمی هم لایارد میگه تو این حوزه انجام شده و استفاده میکنن برای نیکزیستی. این متاسفانه با این سیاست که میخوان
فرزند بیشتر به دنیا بیارن، ولی نتیجهش این میشه که به این تحقیقات توجه نمی کنن و نیکزیستی در کل میاد پایین. خیلی مهمه. پس تو فاعل محور سه تا حوزه بود، یکی حوزه تغییر، خدمتتون عرض بکنم که رفتار ما نیکزیستی رو میخواد به دنیا، یکی افکار ما، یکی ژنه. الان میرسیم به محیط. اگه سوالی نداریم من برم سراغ محیط. آیه بله بفهمید ممنونم. تو محیط که اولین عاملی که رو نیکزیستی ما تأثیر داره خانواده و تحصیلات. بخش اعظم زندگی بزرگسالی ما میتونیم به تعبیر لایارد از دوران کودکی پیش بینی کنیم. دوران کودکی قبل از اینکه ببخشید یه سوال همین الان به نظر رسید، اون سه عامل اولی هم که گفتید که تحت تاثیر فرده، به نظر میاد اونها هم تحت تاثیر محیط هست، یعنی نمیتونیم بگیم صرفا مستقل از محیط. یعنی همین مثالی که زدید در مورد قربالگری نتیجه سیاست یک نظام سیاسیه که میتونه اثرگذار باشه در حوزه زندگی یک فرد. و بقیه عوامل هم به نظر میشه یه نوعی تعامل دارن با محیط. اگه نظام سیاسی رو چیز نکنه، همین که میاد رو خود فاعل مداخله میکنه. ببین این سه تا مداخله هایی هن که رو فاعل میشه کرد، میدونی، افکار ما، رفتار ما و ژن ما. این سه تا قبول دارم اون یک حالت با هم چیز دارن، یک ارتباط هایی دارن، ولی این سه تا به تعبیرشون در نهایت به خود من فاعل میرسه، منو تغییر میدن، رفتار منو، ژن منو و افکار منو. ولی اینجا دیگه نه، اینجا تو محیط میبینیم یه ما رو توی بافت گسترده تر میذارن، میگه این بافت گسترده تره که میتونه نیکزیستی تو رو تعمیم بگه. هرچه به لحاظ ایجنت افکارت عالی باشه، رفتارت عالی باشه، ژنت خوب باشه، عالی باشه، باز جن چی باشه، ولی تو محیط قرار بگیری که اینا رو نداشته باشه، باز زندگی خوبی نمیتونی سپری بکنی. پس اینجا اولین عامل خانواده است. میگه دوران کودکی شاد برای ما پیش بینی میکنه که یک کودک معمولا در دوران بزرگسالی هم زندگی شادی رو سپری میکنه. چه چیزی تعیین میکنه یک کودک شادکام یا نه؟ واضحه که میگه والدین مهمترین نقش دارن. اهمیت عظیمی داره که شما پدر مادر کیا باشه، یا به کدوم مدرسه برید، یا معلم شما کی باشه. و میگه در محیط خانه نیاز اصلی کودک عشق بدون قید شرط، بدون قید شرط از ناحیه حداقل یکی از والدینه. و میگه سلامت روانی والدین، علل خصوص مادر، علل خصوص مادر، مهمترین عامل چشمگیر بر سلامتی کودکانه. و کودکان عمیقا متأثر از رابطه والدین با خودشونن، نه با کودکان، رابطه والدین با خودشونن. و این رابطه والدین میگه خیلی تأثیر میذاره. و میگه خوشبختانه شواهدی، لایارد میگه، که در اختیار داریم، شواهد خوبی داریم که به ما کمک میکنه که بگیم اون اختلافاتی که تو خانواده بین والدین وجود داره، این اختلافات رو کم بکنیم، که این کم شدن اختلافات باعث میشه که یک کودک تو بزرگسالی زندگی خوبی داشته باشه. و نکته جالبی که میگه نوع رابطه کودک با مادره، نوع رابطه کودک با مادر میتونه در او استراب بالا ببره یا پایین بیاره. و این خیلی تاثیر عظیمی داره. و میگه اینجا یکی از مداخلاتی که میتونه صورت بگیره در حوزه نیکزیستی اینه که تو حوزه والدین بیاریم با مشاوره هایی که دولت ها انجام میدن، هرچی مشاوره های خانوادگی بیشتر بشه اختلافات میاد پایین و کودک تو محیط سالمتری رو سپری میکنه و به دنیا میاد، یعنی بزرگ میشه اینا. و احتمالاً تحت تاثیر این نظراتی که دولت ها در برخی از کشورها، به ویژه کشورهایی که روی حوزه رفاه خیلی کار میکنن، بله. خودشون اجازه میدن که در درون مسائل خانواده مداخلات سختی بله بله فضا بله. فضای پرتنشی باشه ورود میکنن، بله بله، چون آینده این کودک و این خانواده تشکیل میده و حتی میتونه مداخله کنه و حتی اگه چی بشه بچه هم بگیره. اینجا لایارد هم اینو چیز میکنه، میگه اگه بدونه که محیط یه جوریه که این بچه تو آینده استراب و افسردگی شدیدی تو این محیط خانوادگی سراغش خواهد اومد، میتونه بگیره و از ببره تو محیط کمتنشتر. و از این مدارس هم میگه تاثیر دارن، مدارس هم خیلی رو نیکزیستی ما تاثیر دارن. و اینکه بچه تو
کدوم مدرسه بره، کدوم مدرسه تحصیلات داشته باشه، چه چیزی تو دوران مدرسه بهش یاد میدن. و اینو میگیم شواهد خیلی مهمی وجود داره، اینکه بچه تو دوران کودکی، تو دوران تحصیلات، تو مدرسه چه چیزایی بهش درس میدن و کیا بهش درس میدن، چه معلمایی بهش درس میدن، اینم خیلی رو نیکزیستی آینده ما تاثیر داره. این عاملیه که ایشون خدمتتون عرض بکنم که روش تاکید داره، که میگه محیط خانوادگی و مدرسه، و عامل بسیار مهمیه که رو نیکزیستی ما تاثیر داره. تو مدرسه هم میگه باید بیان، تحقیقات تجربی نشون میده که باید بیان رو مهارت‌های زندگی در مدارس متمرکز بشن، رو مهارت‌های زندگی. این خیلی مهمه و این نیکزیستی بچه رو تو آینده خیلی ممکنه تحت تاثیر قرار بده، مثبتش. و اگه بیان رو حوزه‌هایی که ایدئولوژیکه یا حوزه‌هایی که فنیه، مثل ریاضیات، مثل شیمی، مثل حوزه‌های دیگه که زیاد ربطی به نیکزیستی ما نداره، میتونه تو آینده اینا رو تاثیر بده، تحت تاثیر قرار بده. و میگه شواهد نشون میده تو کشورهایی که اومدن تو درساشون مهارت‌های زندگی رو گنجوندن و معلمایی هن که خبرن تو مهارت‌های زندگی، اینها شواهد نشون میده که تو آینده زندگی خوبی رو سپری کردن. این از این. دومین عامل سلامت روانی و جسمیه. سومین عامل، دومیش، اولیش مدرسه، والدین و مدرسه بودن، و دومیش میشه سلامت روانی و جسمی. یعنی خانواده و مدرسه رو توی دست داره، یکی گرفته، ایشون یکی گرفته. بله بله، ایشون یکی گرفته، میشه دو تا گرفت، ولی ایشون اینجا اینو دو تا رو یکی گرفته. بعد تو سلامت روانی جسمی لایارد میگه که یک سوم از جمعیت جهان در برهه‌ای از زندگیشون دارای یک مشکل قابل تشخیص روانی هست. یک سوم جمعیت جهان، که عدد خیلی زیادیه، یک سوم جمعیت جهان اینه. و میگه برای بیماری‌های روانی شدید قطعا دوادارو لازمه، اما بیماری‌های روانی که هستن که ما میتونیم با درمان‌های شناختی اونا رو معالجه بکنیم، و درمان‌های شواهد محور مدرن جدید برای اختلال افسردگی و اضطراب دست کم در حداقل 50% بهبودی رو افزایش میدن و بسیار کوتاه و ارزان قیمت هم هستن، چون بعضی از درمان‌های روانی هستن که خیلی گران قیمتن و دراز مدتن، مثل درمان‌های روانکاوی فرویدی که نقدش اینه که هم خیلی دراز مدت، سالها طول میکشه، و هم گرون قیمته و همه اخشار نمیتونن در اینو بپردازن اینا. ولی میگه برای درمان افسردگی و استراب حداقل تو 50% نرخ بهبودی دارن، روش های کوتاه مدت و ارزان قیمتی وجود داره. اما میگه به طور وحشتناکی حتی در ثروتمندترین کشورها کمتر از 40% افراد مبتلا به مشکلات روان هر نوع درمانی رو دریافت میکنن، کمتر از 40%. یعنی مشکلات روانی تو ثروتمندترین کشورها کمتر از 40% دسترسی به درمان دارن، 60% دسترسی به درمان ندارن. و میگه خیلی مسئله مهمیه که رو سلامت روان آدم ها تأثیر میذاره. و پیشنهادی که میگه اینه که وزارت بهداشت باید سلامت روانی و دسترسی به درمان‌هایی که این سلامت روانی ما رو به ما باز برمیگردونه، اینو تا اونجایی که میشه در دسترس همه افراد جامعه باشه. یکی میگه از اون ورش هم دردهای تو کشورهای ثروتمند بسیاری از بیماری‌های جسمی درمان میشن، اما درد فیزیکی مزمن همچنان شایع‌ترین درده، طوری که یک چهارم جمعیت جهان گفتن، یک بر اساس نظرسنجی که ایشون استناد کرده بهش، میگه یک چهارم جمعیت جهان گفتن که دیروز درد جسمی زیادی داشت. ما هم به صورت شهودی از اطرافیان رو میشنویم که میگه امروز درد داشتن، درد جسمی داشتن، کمردرد داشتن، سردرد داشتن، دردهای مزمن داره. میگه یک چهارم جمعیت جهان. و اینجا و این عامل اگه در مرکز کات قرار بگیرید الان
نصف صورت میبخشید. خارج شده است. خواهش میکنم. قربانی. ببخشید. آره میبخشید. و میگه این یک چهارم جمعیت جهان به این درد مزمن گرفتارن. آره. و این خیلی مسئله مهمیه. ولی اما میگه پزشکی مدرن تونسته طول عمر افراد افزایش بده. و این طول عمر، متوسط عمر که تو فارسی میگن امید به زندگی، این به نظرم ترجمه خطایی، امید هوپ نیست، امید به زندگی اینجا چیز میگن، امید همون حالت ریاضی داره که معنی متوسط عمره، حالت متوسط عمر. ولی در علم پزشکی مدرن تونسته متوسط عمر رو افزایش پیدا بکنه و کسی که عمر طولانی داره، مثلا 90 سال عمر میکنه، میشه ارزیابی کرد که زندگی خوبی داشته. اگه زندگی خوبی نداشت 90 سال عمر نمیکرد. و این عامل مهمیه و میگه و اینجاست که پزشکی مدرن خیلی گردن ما دین بزرگی داره که تونسته متوسط عمر رو از 200 سال پیش که مثلا 40 50 سال بوده الان بیاره رو 74 رو 80 و بعضی کشورها رو 82 هم رفتن و این خیلی آمار شگفت انگیزیه. اینم عامل دوم که رو نیکزیستی ما تاثیر داره که سلامت روانی و جسمیه و بر اساس این یافت چی تحقیقاتی که خلاصه شرح کردم هم تو حوزه سلامت روان میگه یک کارای باید صورت بگیره تا نیکزیستی ما بهتر بشه، هم تو سلامت جسمانی. تو سلامت جسمانی درد مزمن و طول عمر خیلی مهمن، تو سلامت روانی اضطراب و افسردگی خیلی روش تاکید داره که میگه باید اینا درمان بشن تا نیکزیستی آدمو افزایش پیدا کنه. سومیش که خیلی مسئله مهمیه و من واقعا اهمیتش هم خوندم تو این کتاب، خیلی برام خدمتتون متأثر کننده بود، بیکاریه. میگه جنبه مهم دیگه زندگی انسانی کاره. رابطه بین کار و نیکزیستی رابطه میگه خیلی پیچیده ایه. یکی از محکمترین یافته هایی که میگه علم نیکزیستی، لایارد میگه علم نیکزیستی بر اون تاکید داره اینه که هزینه بیکاری خیلی زیاده. کارگرایی که شغلشون از دست میدن از کاهش رضایت در زندگیشون اونقدر رنج میبرن که میگه با مرگ همسر قابل مقایسه است. این خیلی خیلی تلخه. یعنی یه کارگر، یه آدمی که کارش از دست میده، واقعا این از دست دادن کار دردش و تأثیرش رو نیکزیستی میگه با مثل از دست دادن همسر تو زندگی. و این خیلی مهمه. میگه افراد، بعضی آدمایی که کارشون از دست میدن حتی پس از بازگشت به کار به اون سطح اولیه شادکامی دست پیدا نمیکنن. شما اینو بسنج با این سیاست هایی که هست، مثلا اینستاگرام فیلتر میشه، این هم آدم کارشون از دست میدن، نمیدونم فلان جا پلوم میشه، این هم آدم کارشون از دست میدن، فلان کارخانه ورشکست میشه، این هم آدم کارشون از دست میدن، این چه تأثیر عظیمی رو زندگیشون داره. میگه کار بخوایم نگه داریم حیدری، به نظر میرسه اینجا دقیقا یک موضوع و یه مثالیه که نشون میده برای نظام سیاسی و حکمرانی و کنونی اصولا مثلا مبحثی مثل شادکامی در مقایسه با اهداف دیگه‌ای که حالا خودشون میتونن بگن چه اهدافی دارن در اولویت نیست. یعنی هدف بله دیگه بله. انتخاب شده و شادکامی و که مهمترینش اون تبعات اقتصادیه که هم خانواده رو تحت تاثیر قرار میده، هم فرد رو کلا قربانی اون میکنه. بله دقیقاً. مثلا بعد میگه کار فقط کار چهار جنبه داره برام. آره کار چهار جنبه داره. یکی دستمزدشه، یکی احساس معناداری که به زندگی ما میده، یکی منبع ارتباطی ما با دیگرانه، و چهارم شأن اجتماعی که به ما میده. میگه کار، هر کسی کار داره، این چهارتا رو خدمتتون عرض بکنم که بهش میدن. کار هم دستمزد داره برای آدم ها، این خیلی مهمه، هم احساس معناداری میده به زندگی خیلی ها، به خیلی از آدم های معمولی مثل من کار زندگی مثلا معناداری میده، و سومیش هم خدمتتون عرض بکنم که کار منبع ارتباطی با دیگران، رابطه با دیگران، و چهارمیش هم خدمتتون عرض بکنم که شأن اجتماعی میده برای آدم. یک نفر میگه کارش از دست میده، هر چهارتا رو از دست میده، ولی ما کدوم رو میبینیم؟ دستمزدش رو میبینیم، میگیم آدم بیکار دیگه منبع درآمدش از دست داده، ولی نمیدونیم که اون سه تای دیگه هم میاد سراغش. و این خیلی مهمه.
این خیلی مهمه. میگه وقتی که یه کسی شغلش از دست میده، ما فکر میکنیم که فقط دستمزدش از دست میده، ولی نه، هزینه بیکاری چیزی بیش از دستمزده. اون آدم معنای زندگیش از دست میده، اون آدم ارتباطش رو با آدمو از دست میده، و اون آدم شأن اجتماعیش هم از دست میده. شأن چی میده؟ و این که چیزه. و میگه دولت هایی که به نیکزیستی اهمیت قائلن باید یکی از مهمترین اولویت هاشون کار باشه. کار به آدم ها میدی، علاوه بر دستمزد سه چیز دیگه هم بهشون میدی، یعنی زندگیشون رو معنادار میکنی، یعنی بهشون خدمتتون عرض میکنم یه شأن اجتماعی میدی و روابط اجتماعی هم براشون چیز میکنی، و این خیلی مهمه. و میگه دولت ها باید بتونن بدون اینکه تورم افزایش بدن، لایارت میگه باید بدونن حتما اینو تو مهمترین اولویت هاشون قرار بدن. اینم عامل سوم که بیکاری بود. عامل چهارم که ایشون ذکر میکنه خدمتتون عرض بکنم، کیفیت کاره. این کار اینقدر اهمیت داره که خودش دو عامل کرده لایارد، یکی خود از دست دادن کار، یکی کیفیت کار. میگه داشتن شغل تمام اون چیزی نیست که برای ما اهمیت داره، اینکه چطور زمانمون رو تو محل کار بگذرونیم میتونه به همون اندازه یک شغل اهمیت داشته باشه. علارغم اینکه اشتغال تو رضایت زندگی ما خیلی نقش داره، کار کردن یکی از کم لذت ترین فعالیت ها برای اکثر انسان ها در تمام جهان بوده. در حالی که دستمزد بیشک برای ما اهمیت داره، اما میزان لذت بردن از کارم به عوامل دیگه بستگی داره. روابط کاری بد علل خصوص با مدیر میتونه عمیقا نیکزیستی ما رو تضعیف بکنه تو محل کار. رابطه بدی که با مدیر داریم اینا. برای یه فرد معمولی بدترین زمان تو روز کار، تو وقت کاری، اینه که با مدیرمون در ارتباط باشیم اینا. در ساعتی که میخوایم کار کنیم یا خدمتتون کارمون برامون بی‌معنا نداره، میگه این معنایی نداره، این خیلی تهدید عظیمی برای نیکزیستی ما، و این خیلی مسئله مهمیه. و میاد برای شرکت‌ها و سیاست گذاران پیشنهاد میکنه که میگه بهبود کیفیت کار تو زمانی که کارگر تو ساعتی که داره کار میکنه، میگه نه به عنوان یه اصل اخلاقی، بلکه به عنوان یک مسئله تجاری هم اهمیت داره، که هرچی کارگرانتون شاد کامتر باشن، از کار راضی باشن، بهرهوری هم میره بالا. و این شواهد خیلی مهمی هم آورده که میگه کارگرانی که شاد کامن بهرهوری بیشتری دارن، کمتر احتمال میره دست از کار بکشن، کمکاری بکنن، استعفا بدن یا بیمار بشن. و در حالی که شرکت هایی که شاد مدیرای شادکامی دارن، و اینا بیشترین سودم از شرکت هم میبرن. و اینم چیزیه که ایشون تاکید میکنه، کیفیت کار رو ایده شادکامی. اینم خدمتتون عرض بکنم که چهارمین عامل، چون داره وقتم تموم میشه، من با اجازت خلاصه هم میکنم میرم جلو. اینا پنجمین عامل درآمده. درآمد شکی نیست که مهمترین، یکی از مهمترین عوامل شادکامی انسان هاست، و انگیزه اصلی کارم درآمده. پس مسئله مهم اینه که درآمد بالا تا چه حد بر نیکزیستی ما تأثیر داره. میگه در سال 1974 ریچارد استرلین یک مقاله مهمی می‌نویسه، و تو اونجا پارادوکس مهمی رو بیان میکنه. آره، پارادوکسش چیه؟ گزاره اول میگه که وقتی که افراد رو در یک مقطع زمانی مقایسه میکنه، میبینه که کسایی که ثروتمندترن شادکامترن. میگه پس گزاره اول اینه که میگه من آدما رو مقایسه میکنم تو یک مقطع زمانی، میبینم اون آدمی که ثروتمندتره شادکامتره. دومیش میگه چی؟ میگه اما در دراز مدت درآمد سرانه ملی بیشتر، شادکامی ملی بیشتر به بار نمیاره. و میگه این پارادوکس. از یه طرف تو زندگی فردی نگاه میکنیم، میبینیم اونی که درآمد بیشتر داره شادکامتره، اما میایم تو سطح ملی، میبینیم درآمد سرانه ملی افزایش پیدا میکنه، شادکامی اون ملت هم افزایش پیدا نمیکنه. میگه این پارادوکس. گزاره اول میگه یقینا درسته. در کشورهای ثروتمند یه شخص دارای درآمد دو برابر
حدود 0.2% از 10 شادکامتر از اون افرادیه که اون درآمدشون رو ندارن. این خیلی یه عامل مهمیه که 0.2% هم بیشتر شادکامشون. میگه افزون بر این سود حاصل از 1 دلار اضافی برای افراد فقیر بسیار بیشتر از افراد ثروتمند تو نیکزیستیشون تأثیر داره. میگه این یه استدلال مهمیه که میتونه ما رو به سیاست‌های باستوزی بکشونه. آره، مثالی که میزنه اینه که آدم همین تو چله تابستون تو گرما میره بستنی میخره. آره، بستنی میخره، مثلا قاشق اول با وله میخوره، دوم با میره جلو، ولهش کم میشه تا یه حد میرسه که چی؟ تا یه حدی میرسه که خدمتتون عرض بکنم که ممکنه میگه این قاشق دیگه بخورم دیگه حالم به هم بخوره. میگه درآمدم اینجوریه، درآمدم اینه هرچی بره بالا تأثیرش رو نیکزیستی شما کمتر میشه. اما میگه میتونه مثلا اون بستنی که نصفش رو خوردی و خیلی حالت خوب چیز کرد و اون نصف را دیگه تأثیری نداره رو لذته، میتونه یه قسمت از اونو بدی به یه آدم فقیری که دو چیزی باشه. و این چیزی که ایشون میگه که میتونه ما رو به سمت سیاست‌های چیز بکشونه. این پس گزاره اول که میگه شکی نیست که اون آدمایی که ثروتمندترن در مجموع شادکامترن. این یک. گزاره دومم میگه همچنان میگه مورد مناقشه است. میگه در برهه‌ای از زمان کشورهای ثروتمند قطعاً شادکامتر از کشورهای فقیرند. اما به نظر میرسه که میگه این تأثیر رشد اقتصادی در طول زمان بین کشورها متفاوت بوده. بر در برخی از کشورها تأثیر مثبت آشکاری داشته رشد اقتصادی، اما کشورهای دیگه‌ای وجود دارن که رشد اقتصادی شدیدی داشتن اما نیکزیستیشون بالا نرفته و تو نیکزیستیشون یه نوع رکودی ایجاد شده. میگه این کشورها کدومن؟ مثل ایالات متحده، آلمان غربی و چین. میگه این ستا رشد اقتصادی زیاد داشتن ولی رو نیکزیستیشون ثابت مونده. رشد اقتصادیشون میسنجیم بالاست ولی شادکامیشون میسنجیم میبینیم که ثابت بوده، تغییر پیدا نکرده. چرا؟ میگه خیلی مسئله مهمیه که میتونه نقش درآمد رو با شادکامی برای ما خدمتتون عرض بکنم بسنجه که درآمد چه ربطی با شادکامی داره، هم برای دولت ها هم و هم تو زندگی شخصی ما خیلی تاثیر داره که این رابطه‌ای که ایشون کشف کرده تو بر اساس نظرسنجی ها، بر اساس تحلیل داده هایی که در اختیارش گذاشتن، این خیلی برای ما داره مزایایی داره. یه دلیل واضح وجود داره که چرا درآمد اضافی ممکنه برای یک فرد بیش از کل جمعیت ارزش داشته باشه. آره، دلیلش چیه؟ میگه ببینید، میگه من رابطه نیکزیستی اینم درآمد. آره، میگه از یه حدی خدمتتون عرض بکنم درآمد بره بالا شادکامی ثابت میشه. اما ولی میگه چرا درآمد رو شادکامی ما تأثیر داره؟ میگه به خاطر اینکه مقایسه میکنیم. مقایسه اینو میگه یافته های متقنی وجود داره که درآمد، ببین میگه که مهم نیست که تو چقدر درآمد داری. آره، مهم اینه که تو نسبت به دوستت، نسبت به باجناقت، نسبت به اطرافیانت چقدر درآمدت بیشتر باشه. چقدر درآمدت بیشتر باشه. و این میگه مهمترین عنصری که رو درآمد تاثیر داره مقایسه است. میگه شواهد فراوانی وجود داره که میگه هرچی درآمد افراد دیگه بالاتر بره، افراد دارای درآمد مشخص رضایت کمتری دارن. درآمد میگه دو نفر در نظر بگیرید، درآمدش میره بالا، این که درآمدش میره بالا نسبت به این دوستش، رفیقش، همکارش، باجناقش درآمدش رفته بالا، شادکامتره. این درآمد پایین داره تلخکامتره، حتی اگه اون با این درآمدش تمام نیازهاش هم برآورده بشه. با اون درآمد به یه تحقیق اشاره میکنه، میگه که شما حاضری مثلا مثالش بومی بکنی، میگه حاضری درآمد شما مثلا 15 میلیون بشه، با جناقت 20 میلیون، این راضی هستی؟ یا درآمد با جناقت 20 100 میلیون بشه، مال تو 80 میلیون،
اگه درآمد مهم باشه میگیم 80 میلیون دیگه، 80 میلیون کجا؟ چون تو گزینه دوم 80 میلیون درآمدم میشه، تو گزینه اول 15 میلیون درآمدم میشه. میگه اگه درآمد مهم باشه میگم چی؟ میگم 80 میلیونه دیگه. ولی میگه تو نظرسنجی نشون میده آدما 15 میلیون انتخاب میکنه. میگه چرا؟ چون تو 15 میلیونه نسبت به باجناقت درآمدت بیشتره. ولی تو گزینه دومه تو 80 میلیون داری ها، یعنی تقریبا 4 برابر 5 برابر درآمد قبلی درآمد داری، ولی چون کمتر از باجناقات قبول نکردی. و اینجا میگه، میگه عنصر مقایسه اینجا خیلی مهمه. و میگه این خیلی شواهد به وجود هست که هم اونی که درآمدش میره بالا شاد کامل مقایسه، هم که درآمدش پایین میشه مقایسه است. میگه این یک اکسترنالیتی، یک اثر خارجی منفی مهمیه که وقتی این خیلی نکته جالبیه که خیلی رو این تو این کتاب رو اینم بحث میکنه، رو این بحث خیلی میکنه چون خیلی از تاثیر داره رو شادکامی ما. میگه، میگه وقتی دیگران سخت کار میکنن درآمد بیشتری کسب میکنن، و این که دیگران سخت کار میکنن درآمد بیشتری نصیبشون میشه، به یه نفر دیگه ای که کار نکرده درآمد کار کرده و درآمد دیگه ای نصیبش نشده، این تاثیر میذاره، شادکامی اون رو کاهش میده. مثل میگه درست مثل آلودگی هوا. میگه راهش چیه؟ میگه هیچ راه، یک راه این بود که رابرت نازیک میگفت، میگفت که این که درآمد کسی میره بالا تو حالت بد میشه، این حسادت رو باید کنار بذاری. آقا اون درآمد داره، درآمدش فلان، تو حسادت داری. این یک راهی بود که رابرت نازیک میگفت. راه دومی هم که رواقیون میگفتن که خودتو با دیگران مقایسه نکن. فهمیده بودن اینو، فهمیده بودن میگفتن درآمد خودتو با دیگران مقایسه نکن، مقایسه حالتو خراب میکنه. اینم دومیش. میگه لایارت، میگه اولی دومی جواب نمیده، میگه سومی راه حل جواب میده، میگه با بستن مالیات هرچی درآمد آدم به هم نزدیکتر بشه، میگه حال افراد اون جامعه خوشتره. این راهیه که چیز میکنین. میگه پس میگه چی؟ میگه مالیات بر مصرف یا مالیات بر درآمد ممکنه در مقایسه با اون چی که اقتصاددانا باور دارن ناکارآمد باشه. میگه مالیات ها باعث میشه که ما از مسابقه کوری که نیکزیستی هممون رو کاهش میده جلوگیری کنه. میگه این درآمد افزایش بالا که همه دنبالشی. و میگه یکی از عواملی که کشورهای اسکاندیناوی با مالیات‌های تصاعدی که دارن نیکزیستیشون بالاتر از کشور امریکاست که اونجا همچون مالیاتی ندارن، میگه این چون میگه هر چه سطح درآمدها تو یه رنج خاصی باشه کل اون جامعه حال خوشی داره، ولی اگه یکی بره بالا، یکی با این باشه و این درآمدها چیز بکنه، میگه این جامعه رو چیز میکنه، افراد جامعه رو حالشون خوش میکنه. میگه ممکنه ایشون چون خودش هم اقتصاددانه، میگه اقتصاددانه بگن که این کارآمدی رو کاهش پیدا میکنه. میگه بله، کارآمدی رو تا حدی کاهش میده، ولی نه اون چیزی که اقتصاددانای کلاسیک میگفتن، ولی یک اثرات مثبت داره که تو کشورهای اسکاندیناوی میبینیم که رضایت از زندگیشون بالا میره. و این خیلی خدمتتون عرض بکنم اینو. میگه نتیجه گیری این که کلی این که در مورد درآمد اینه که افزایش درآمد تو کشورهای فقیر بسیار شادکامی رو افزایش میده. این خیلی چیزه، خیلی نکته مهمیه. اما میگه تو کشورهای ثروتمند افزایش درآمد نمیتونه رو شادکامی آدم ها تأثیر اون چندانی داشته باشه. و از اون ور میگه اثرات منفی رکود اقتصادی تأثیرش دو برابر بیشتر از رونق اقتصادیه. میگه اگه رونق اقتصادی باشه شادکامی ما یه درجه بره بالا، اما رکود اقتصادی باشه تختکامی ما دو درجه میاد پایین. و این نشون میده که این تحریم ها، این مشکلات اقتصادی که ما داریم، این رکود اقتصادی که ما داریم چه تأثیر عظیم منفی رو رضایت از زندگی آدم ها داشته. و این یافته هایشون نشون میده که حتی رونق اقتصادی هم ایجاد بکنیم، به اندازه اون خدمتتون عرض بکنم که رکود که داشته نمیتونه رضایت از زندگی بیاره. یعنی میگه دولت ها باید تمام همشون این باشه که رکود ایجاد نشه، حتی اگه نمیتونن رشد اقتصادی وجود بیارن، ولی نذارن رکود وجود بیاد. چون رکود وجود بیاد چی؟ دو پله میاره پایین آدم ها رو، رضایت از زندگیشون رو. و این خیلی مسئله مهمیه. اینم از عامل خدمتتون عرض بکنم که پنجم. عامل ششم ایشون میگه اجتماع.
جامعه که توش زندگی میکنی. بگه شواهد نشون میده که کشورها زمانی شادکامترن که افراد بیشتری به سازمانهای داوطلبانه از باشگاههای ورزشی گرفته تا حتی مجامع دینی رو بیارن. و تحقیقات نشون میده که افراد زمانی که کار داوطلبانه انجام میدن، این افراد در مجموع شادکامترن. این یکی. عامل بعدی که اشاره میکنه هنجارها اجتماعیه. یه هنجارها اجتماعی مهمه. اینکه در جامعه‌ای که کارکرد خوبی داره، مردم اعتماد به همشهریانشون دارن، اعتماد هنجارهای اجتماعی اعتماد رو میبره بالا و هر چه هنجارها اجتماعی قوی تر باشه، اینم شادکامی رو میبره بالا. و اینم اضافه کنید به این که تو این سالها وقتی که هنجار اعتماد اجتماعی از بین رفته، چقدر رضایت از زندگی ما خدمتتون عرض بکنم پایین اومده. اینم از این مثلا میگه مردم تو جامعه‌ای که کیف و پولشون رو گم میکنن، آره گم میشه و این کیف پول رو بر میگردونن، یا تو جامعه‌ای که نرخ جنایت پایینه، آره نرخ جنایت جرم و جنایت پایینه، شادکام ترن. و میگه تو این چنین جوامعی تمایل به نابرابری خدمتتون از کمتر در نیکزیستی وجود داره و این باعث میشه که نیکزیستی متوسط بالا بره. خلاصه یا میاد رو مسئله تو جوامع مهاجرین، میگه مهاجرت همیشه چالشی تو نیکزیستی بوده. میگه شواهدی وجود نداره که اگه کسایی بیان تو خدمتتون جامعه من، بیان تو جامعه من، نیکزیستی من میاد پایین. مثلا اینکه افغانی ها بیان تو کشور من یا ما ایرانی ها بریم تو کشور آلمان، اینکه افغانی ها بیان کشور من نیکزیستی من بیاد پایین، یا من برم کشور آلمان نیکزیستی آلمانی ها بیاد پایین، میگه این شواهدی وجود نداره. این شواهدی وجود نداره که مهاجرت باعث بشه که اون افراد بومی شادکامیشون بیاد پایین. ملی میگه شواهد روشن این وجود داره که مهاجرت رفاه آدما رو افزایش میده و نیکزیستیشون رو بالا میبره اینا. و نکته بعدی که تو اجتماع میگه در هر جامعه برخی از گروه ها کمتر از گروه های دیگه شادکام ترن و میگه گروه های اقلیت همیشه تو جوامع شادکامیشون کمتر از گروه های اکثریت. اینم خدمتتون عرض بکنم که نکته ششم. میرسیم به نکته هفتم، محیط فیزیکی و آب و هوای سیاره. که اینجا قبل از اینکه نکته رو بگم، خیلی از شما و این ایران و پایدار تشکر میکنم که واقعا برنامه های خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی آموزندهی در حوزه تغییرات اقلیمی گذاشتیم و این خیلی برای ما آموزنده است و خیلی نکته مهمیه که این کار رو میکنید و منم به سهم خودم واقعا از شما تشکر میکنم که همچین برنامه خوبی رو دنبال میکنید. هفتمین عامل محیط ایشون میگه فیزیکی با آب و هوای سیاره ما. میگه زندگی انسان ها به محیط فیزیکیشون بستگی داره و شواهد نشون میده که چگونه نیکزیستی انسان ها از طریق تماس با طبیعت بهتر میشه و اکثریت انسان ها تو شهرها زندگی میکنن و وقتی که تو شهرها باشه تماسشون با طبیعت کمتر میشه و این باعث شده که نیکزیستی آدم ها بیاد پایین و مخصوصا تو جوامعی که محیط زیستشون بر مبنای خوشسالی یا بر اثر خدمتتون عرض بکنم سیاست‌های غلط محیط زیست داره نابود میشه، میگه شادکامی این افراد هم به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و این خیلی مسئله مهمیه. و مهمتر از این فکر کنم آقای دکتر حیدری ظاهرا متخصصیم در کاهش شادکامی، نه در افراد. بله بله همه بله حوزه ها رو توانمندانه من اینا رو میخوندم میگفتم نکنه این اینا میان این آموزه لایارد میخونن عکسش عمل میکنن، میدونی؟ دقیقاً ما یه ساختار و نظام حکمرانی داریم که حسابی متخصص در عمل کردن عکس. و این محیط زیست خیلی مهمه و رو شادکامی میاد چیز میکنه و میگه که تو این دورانی که جهان صنعتی شده یه درجه سانتیگراد آب هوا بالاتر رفته و میگه این تأثیرات زیادی گذاشته و میگه دانشمندان پیش بینی کردن که اگه این یه درجه بشه یه درجه و نیم، سیل، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان
و خیلی افزایش سطح دریاها رو پیش بینی میکنن که و اینا میگه کلا همشون چی میگن مثل جارو برقی نیکزیستی ما رو میبله و این نکته کار خیلی اتفاق مهمیه دکتر ایدری. اتفاقا یه بررسی کرده بودن در اصفهان و دیده بودن روزها و ماهایی که زاینده رود خشکه و در بله بسترش بله آبی جاری نیست، بله مردم از لحاظ احساس شادمانی در وضعیت پایینتری هستن. حالا خشک شدن دریاچه ارومیه رو بخوایم در نظر بگیریم، اون طرف تالاب و گاوکنی و تالاب‌ها و دریاچه‌های مختلف ایران، این یه نکته خیلی مهمی رو داره برجسته میکنه و اون این هست که توسعه برای افزایش و بهبود وضعیت اقتصادی اگه بخواد به محیط زیست ضربه بزنه، اصولا این دیدگاه چند وجهی که امشب دارید شما طرح میکنید و توی مفهوم شادکامی خودش رو داره نشون میده، اینه که به این راحتی نیست. یعنی شما اقداماتی که انجام میدید اگر به محیط زیستتون آسیب بزنه، سطح شادکامیتون رو هم تحت تاثیر قرار. این هم هفتم، عامل هشتم حکومت. میگه چه خوشمون بیاد چه نیاد، حکومت ها نقش مهمی تو شادکامی افراد دارن و به قول بعضی ها مهمتری نقش دارن. و اینجا میاد بررسی میکنه که میگه اگه حکومت چه ویژگی داشته باشه ممکنه شادکامی آدم ها رو افزایش بده. میگه حکومت هایی که 5 تا ویژگی دارن شادکامی آدم ها رو افزایش میدن، شهروندانشون رو. یکی اعمال توی حاکمیت. کتاب از این بحث نمی کنی که همه عواملی که تا اینجا بهش اشاره کرد به نظر می رسد اثرگذاری بر اونها یا بله بله سیاست بله. گذاری بله. برای اینجا تحت ویژگی تاثیر خود حکومت. حکومت، این ویژگی خود حکومت، اون نتایجی که تصمیماتی که حکومت ها می گیرن، این ویژگی خود حکومته. یعنی حکومتی که یک حاکمیت قانون داشته باشه، دو خدمات خوبی ارائه بده، سه قوانین مؤثری رو تصویب کنه، چهار فساد کنترل کنه و پنج تصمیماتش دموکراتیک باشه. این 5 تا میگه، این 5 تا این پس اگه نکته حکومت خیلی مهمی بود که الان به ما کمک میکنه که بفهمیم که چرا ساختار و نظام حکمرانی در ایران ناموفق بوده در وضعیت شادکامی. به نظر شادکامی بله. میگه هر کدوم از این عوامل باشه جدی داریم داخلی. بله بله. میگه بر اساس شواهد نشون داده که اگه توی کشوری حاکمیت قانون باشه، بله، نه حاکمیت چیزای دیگه، قانون حکم بکنه، هرچی قانون بدم حکم بکنه بازم خوبه ها، قانون بد باشه ولی حاکم باشه خیلی بهتره، تا مثلا چیزای غیر از قانون ولی خوب حاکم بشه. یک، ارائه خدمات باشه، دولت بتونه خدمات زیادی رو ارائه بده. سومی، قوانین و مؤثری رو تصویب بکنه، یعنی قوانین تصویب میکنه مؤثر باشن، نفوذ داشته باشه، نه اینکه قوانین نادیده گرفته بشه. چهارمی که بتونه فساد رو کنترل بکنه اینه. و پنجمی هم تصمیمات دموکراتیک باشه. رو این 5 تا خیلی چیز میکنه و بعد میاد بررسی میکنه که میگه بین ایدئولوژی های سیاسی و نیکزیستی چه رابطه وجود داره. آره، و خیلی بحث مهمیه که بین ایدئولوژی های سیاسی و شادکامی چه ربطی داره اینا. و میگه ایدئولوژی هایی که نابرابری رو کاهش میدن، ایدئولوژی هایی که چتر حمایتی رو گسترش میدن، ایدئولوژی هایی که ناامنی اقتصادی رو کم میکنن، میگه اینها عواملی هستند که باعث میشه که ایدئولوژی ها رابطه شون با شادکامی رابطه مستحکمی باشه اینا. ولی اگه با این اینا نباشه دیگه، نظام سیاسی اگه این 5 تا ویژگی توی کشور نباشه، تو شادکامی و نیکزیستی شهروندان تاثیر منفی داره. این 8 تا عامل. پس خدمتتون عرض بکنم که 3 تا به فرد ربط داشت، به ایجنت ربط داشت، اونا رو بررسی کردیم، گفتیم که رفتار ماست، افکار ماست، بعد خدمتتون عرض بکنم که ژن‌های ما. 8 عامل هم به محیط بستگی داشت. یکی خانواده و تحصیلات ماست، یکی سلامتی و خدمات بهداشتی ما، یکی خانواده ما، دو سلامتی و خدمات بهداشتی، 3 داشتن کار، 4 کیفیت کار، 5 درآمد، 6 اجتماع، 7 محیط زیست ما و 8 نظام سیاسی ما. اینا عواملی بودن که خدمتتون عرض بکنم که رو نیکزیستی ما تأثیر داره. من بحث رو اگه سوال ندارین جنبندی بکنم، فکر کنم زیاد امشب صحبت کردم، میبخشید. خواهش میکنم. نه، بحث جذابی بود. به نظرم اصولا اهمیت پرداختن به بحث نظام‌های حکمرانی رو خیلی برجسته کرد، به ویژه این قسمت آخر که در مورد اهمیت دولت صحبت کردی، ویژگی هایی که دولت باید داشته باشه برای اینکه بتونه
شادکامی رو افزایش بده و از طرف دیگه وقتی که هر کدوم از عوامل رو داشتید بهش اشاره می کردید، به نظر می رسید اینجا نقش و اهمیت نظام های سیاسی و حکومتی داشت برجسته می کرد، به خاطر اینکه بالاخره سیاست گذاری مثبت و منفی برای بهبود هر کدوم از اینها در حیطه اختیارات دولت هاست. یا اون مثالی که زدید، حتی در سطح فردی ما داریم در مورد ژن ها صحبت می کنیم، اما سیاست گذاری نظام سیاسی مثل نظام سیاسی کنونی در ایران که مثلا مسئله غربالگری رو به گونه خاصی میخواد باش مواجه بشه بنا به اهدافی که داره برای افزایش جمعیت، این چطور حتی بر ژن‌های فرد اثر میذاره و شادکامی رو در بلند مدت تحت تاثیر قرار میده. اینها به نظرم نکات مهمی بود و مسیر رو هم برای سلسله بحث‌های بعدی که می‌خوایم در مورد ویژگی‌های نظام‌های حکمرانی صحبت بکنیم که شما به بعضی از اونها اشاره کردید و انواعی از نظام‌های سیاسی و حکمرانی که بیشتر این ویژگی‌ها رو دارن و میتونن شادکامی بیشتری رو برای مردمان سرزمین خودشون به ارمغان بیارن، اینها نکات خیلی مهمی بود. و البته یک نکته مهمی دیگه ای امشب وجود داشت و اون این بود که به نظر میرسه در بحثایی که توی این 4 جلسه داشتیم، آزادی، برابری، عدالت و شادکامی رو که صحبت کردیم، به ویژه در بحث شادکامی، اصولا شادکامی در زمره اهداف نظام حکمرانی و نظام سیاسی کنونی در ایران ظاهرا نیست، چون بخش قابل توجهی از عواملی رو که روی شادکامی داره اثر میذاره با سیاست‌گذاری های نامناسب و اصرار بر اونها داره تحت تاثیر قرار میده. و خب این یه نکته خیلی مهمیه که باید حتما توجه بکنیم، یه تعارض اهدافی وجود داره، احتمالاً اهداف برتر و متعالی‌تری از منظر خودشون وجود داره که داره شادکامی جامعه رو قربانی می‌کنه. من از دوستانی که داخل برنامه حضور دارن هم خدمتشون عرض میکنم که ما به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، احیانا اگر تمایل داشتن نکته یا پرسش رو طرح کنن علامت دست رو بزنن تا من متوجه بشم و در خدمتشون باشیم. اگر هم نکته‌ای بود که میخواستن بنویسن میتونن در بخش پیام‌ها وارد کنن. آیه حیدری در خدمتون هستیم که اگر میخواید جمع‌بندی رو انجام بدید. جمع‌بندی بکنم، لایارت میگه که حرفش اینه که تو این سال‌ها این بود که ویل‌بینگ یک علم ساینس علمیه که از علوم مختلف تغذیه میکنه، یعنی از تمام علوم دیگه استفاده میکنه برای اینکه شادکامی و نیکزیستی ما رو بالا ببره. از اقتصاد استفاده میکنه، از روانشناسی استفاده میکنه، از حقوق، از علوم سیاسی، از علم ژنتیک، از روانپزشکی و هر حیطه‌ای که به نیکزیستی ربط داشته باشه استفاده میکنه. یکی دوم هم این که این علم تکثرگرایانه است، اگه دقت کرده باشین یگان انگار نبود، از همه جنبه ها استفاده میکنه. آره، و برای اینکه نیکزیستی آدم ها رو افزایش پیدا بکنه میگه هم فاعل مهمه، هم ایجنت مهمه، افکار فاعل، رفتار فاعل و ژن‌هاش مهمه، و هم محیطی که توش قرار داره مهمه، محیط خانوادگیش، محیط مدرسه، محیط خدمت، بیکاری و اینا، خیلی نظام سیاسی و اینا خیلی تاثیر میذاره رو شادکامی ما. یک تک عاملی نیست، میدونی، تک عاملی نیست که بگه که این فقط مهمه، اون یکی مهم نیست. و یک دید همه جانبه داره و این دید همه جانبه داشتن برای ما خیلی مهمه، میدونی، و از ما رو از یک تک ایدولوژی بودن رهایی پیدا میکنه و میبینی که نیکسیستی ما بسته به یک عامل نیست و عوامل متعددی رو در بر میگیره. من در پایان تمام این بحثا رو تو یک حرفی که جان رالز میگه من خلاصه میکنم و بحثم رو به پایان میرسونم. جان رالز میگه که در صورتی، یعنی همه این حرفا 11 تا عامل رو که بررسی بکنیم میرسیم به حرفی که رالز میگه. رالز میگه که در صورتی میتوانیم شخصی را شادکام بدانیم که کمابیش در مسیر اجرای موفقیت آمیز برنامه زندگی عقلانی قرار داشته باشه که در شرایط کمابیش مساعد تنظیم شده باشه و او اطمینان معقولی داشته باشه که این برنامه ها رو بتونه به اجرا در بیاره. شخص هنگامی شادکامه که برنامه هایش به خوبی پیش بره و خدمتتون آرزوهای مهم او تحقق بیابه و مطمئن باشه که اقبال مساعد او ادامه خواهد داشت. همه این عوامل که بیان به این حرف رالز میرسیم که من این حرف رازم حسن ختام برنامه امشب بود. سپاسگزارم آقای دکتر حیدری، خیلی خیلی صحبت ها و سخنان جالب بود. قبل از اینکه بریم خدمت دوستان باشیم، خودتونم معتقدید که آقای دکتر
نمیشه یک اولویت بندی از عوامل کرد؟ یعنی آیا یک عامل نسبت به عوامل دیگه در اینجا حالا با در نظر گرفتن شرایط ایران مهم نیست؟ یعنی شما که داشتید صحبت میکردید توی ذهن من داشت ایجاد میشد که انگار همه عواملی که شادکامی ما رو داخل جامعه ایران داره تحت تاثیر قرار میده، تحت سیطره و تحت اثر تصمیمات و سیاست‌گذاری های دولت و حکومت قرار گرفته. حالا با بقیه کشورها کاری نداریم. البته یک اصل جامعه شناسانه ما داریم و اون این هست که میگن اگر نرخ ابتلا به یه چیزی در جامعه از حد معینی بیشتر باشه، طبیعتاً این اثر ساختارها و تصمیمات نظام‌های سیاسی و حکمرانی میتونه باشه. اگر توی جامعه داریم در مورد 2-3% صحبت می‌کنیم که شادکام نیستن، این رو شاید بشه در اون عوامل فردی مثل ژن و اینها جستجو کرد، اما در جامعه‌ای که به قول شما نرخ و آمار بیکاری در اون بسیار بالاست، جامعه‌ای که سوء تغذیه داره، جامعه‌ای که وضعیت نظام آموزشیش وضعیت آشفته، یه جامعه‌ای که خانواده در اون به واسطه قرار گرفتن در معرض بحران‌های اقتصادی اصولا خانواده پرتنشیه، اینکه انتظار داشته باشیم در داخل این جامعه نرخ شادکامی بالا باشه طبیعتا انتظار بیهوده ایه. خواستم ببینم به نظر خود نویسنده و افرادی که شما آثارشون رو مطالعه کردید روی عامل دولت اثر و اهمیت بیشتری نمیگذارن؟ شکی نیست دولت هم عمیق‌ترین تأثیر رو داره و هم فراگیرترین تأثیر رو داره دیگه، هم تأثیراتش عمیقه و هم فراگیره. ولی همین دولت هم اگه بخواد شادکامی رو ایجاد بکنه باید به عوامل مختلفی که تو این کتاب گفته رو بهش بپردازه، شکی نیست. ولی یه موقع هم هست، یه سوال مهمی هم هست که یه موقع هم هست که خدمتتون عرض بکنم که ما به لحاظ فردی چیز نداریم، قدرت تاثیرگذاری دولت نداریم، به لحاظ فردی چی کار میتونیم بکنیم؟ اونجا اونام خیلی اهمیت پیدا میکنه. سپاسگزارم آقای حیدری، در خدمت دوستان حاضر در برنامه هستیم تا اگر پرسش ها و نکاتی داشتن طرح کنند. در خدمت استاد عزیزم خانم دکتر هایده شیرزادی هستیم. خانم دکتر در خدمتون هستیم، اگر نکته هست بفهم. درود، شب شما خوش. بسیار سپاس دارم برای این برنامه خوبی که گذاشتین و من همیشه به این بخش میپردازم. من از نیم ساعت دیر پیوستم، شاید هم مطرح شده. فردوسی بزرگ 1000 سال پیش گفت چه شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. توجه کنید چه پیامی برای ما داشت. سالهاش دارم میگم برنامه، ملتی که من از آقای دکتر حیدری میخوام بررسی کنم، ملتی که تقویم سالشو 100 روزش عزاداریه، یعنی ما را مجبور میکنن، چطوری میتونه شادی داشته باشه و خردش افزایش پیدا کنه؟ این یک وارد. حالا مشکلات تورم، مشکلات تحریم ها، این مسائلی که هست، من به عنوان یک کارآفرینی که 2000 نفر تحت پوشش بیمه قرار دارم، واقعا خودم دیگه آرامش ندارم. پرسنلی که نتونن دیگه، من سالهای پیش وقتی نیروهای ما میومد برای همون کارگری، بعد از 9 سال صاحب خونه شدن، صاحب ماشین شدن، امکاناتی که یک خانوادهی که اختیاره و بعد بتونه بعد در واقع به اون شادی نسبی برسه که الان نمیتونه قوتش هم تأمین کنه. اینقدر این استرس ها زیاد شده، نگاه میکنم چقدر کارایی پایین اومده، چه تأثیری در کارایی کار داره و تمام اینا برمیگرده این دولت مردای ما همونطوری گفتن چه سیاست هایی داد. حتی برای اون شادی های موقت، برای اون شادی های موقتی که جرم و جریمه براش میگذارن، چه برسه که اون شادی های پایدار که توضیح دادن، اون مراحل ابتدا خانواده، مدرسه، برنامه و و و اینو داشته باشیم. چه شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. سپاس دارم. سپاسگزارم خانم دکتر شیرزادی. خانم دکتر شیرزادی که معرف دوستانی که در حوزه محیط زیست هستن، معرف اونها هستن، خدمات ارزشمندشون در کرمانشاه و
برای بحث بازیافت و اینها بسیار مهمه. ما دو برنامه تا امروز در خدمتشون بودیم و طبیعتاً تلاششون برای ساختن محیط زیست بهتر اثرگذار بوده در افزایش شادکامی. خیلی لطف کردید خانم دکتر. آقای دکتر حیدری، احیاناً اگر نکته یا سخنی در پاسخ به خانم دکتر شیرزاده وجود داره ما در خدمتتون هستیم. نه بحثی ندارم، فقط در مورد خدمتتون عرض بکنم اهمیت شادکامی. باید تلاش ما این باشه که بتونیم شادکامی رو به عنوان یکی از اهداف جامعه به نظام سیاسیمون بقبولونیم. این خیلی به نظر من تلاش چیزیه و اینو بین روشنفکرهای ما که تو این حوزه کار میکنن خیلی کمتر روش تاکید میشه. رو آزادی خیلی تاکید میشه، رو برابری تاکید میشه، رو عدالت تاکید میشه، ولی این شادکامی هم خیلی عنصر مهمیه و من از این لحاظ به نظر من خیلی این بحثایی که لایارد مطرح میکنه، دریک باک مطرح میکنه، کسایی که میان شادکامی رو از حوزه فردی صرف بیرون میکشن و به حوزه جمعی ما بستش میدن، این خیلی مهمه و هر کسی این کارو بکنه به نظر من یکی از بزرگترین خدمت هاست که میتونه به بشریت داشته باشه. مثلا ما اگه دقت کرده باشیم آقای فتایی، شما بچه هم دارین دیگه، اگه ازت بپرسن چه آرزو میکنی برای بچهت، همون خوشبختی که ما میگیم شادکامیه، واقعا چیزی جز خوشبختی برای بچهت آرزو میکنی؟ و کسی که خیرخواه ما باشه، ما دوستان مثل والدین دوست ما رو دوست بداره، اصلا کل جامعهش رو دوست داشته باشه، به نظر من چیزی جز شادکامی، نیکزیستی یا خوشبختی آرزو نمیکنه. ما الان از هر پدری بپرسن که چی چیزی برای بچه آرزو میکنه چی میگه؟ میگه خوشبختی که همین خوشبختی ترجمه شادکامی و نیکزیستی میشه. نیکزیستی هم همین چیزی بود که امشب خدمت دوستان ارائه کردم. بله دقیقا همینطوره و به واسطه اهمیت همین موضوعه که ما از شروع به کار مجموعه ایران و پایدار یک شعار داریم که عموما در قسمت پایانی برنامه ها طرح میکنه و اون این هست که پایداری ایران و شادکامی همه ایرانی ها آرزوی همیشگی ماست. پرسشی رو که یکی از دوستان طرح کردن به نظرم پرسش مهمیه. آقای دکتر حیدری، شاید بتونیم این رو باز کنیم. نوعی آسیب شناسان هم هست، گفتن چطور میتونیم این نکته شما رو که اهمیت هدف شادکامی رو باید به گوش حکمرانان رسان، به گوش اونها منتقل کنیم؟ آیا تصور میکنید که نمیدانند یا نمیشنوند، یا اینکه همون نکته‌ای که در شروع بحث‌ها روش تاکید کردیم مطرحه؟ یعنی اصولاً نظام حکمرانی و نظام سیاسی کنونی شادکامی رو ممکنه که بشناسه، اما در زمینه اهداف بالاترش نیست و وقتی که دست به انتخاب میزنه بین اهداف گوناگون، مسئله شادکامی در اولویت چندمش قرار میگیره. آیا این هست یا اینکه نه تصور میکنید که با صحبت کردن در مورد اهمیت شادکامی و شادکامی میشه به اونها قبولاند که این هدف رو در سلسله مراتب بالای خودشون قرار بدن؟ این رو از این نظر دارم عرض میکنم که ربط بحث امشب با بحث سه جلسه گذشته ربط خیلی مهمیه. به نظر میرسه ما برای تحقق شادکامی و رسیدن به یک جامعه‌ای که در اون اکثریت مردم شادکام باشن، باید آزادی، برابری و عدالت در اون جامعه محقق شده باشه تا بشه به جامعه‌ای برسیم که سطح شادکامی و سطح نیکزیستی در اون بالاتره. ولی ما مباحث اون جلسه هم که داشت طرح می‌شد، حالا به صورت مستقیم به شرایط کنونی ایران نپرداختیم، در مثال‌ها و به صورت ضمنی اشاره می‌شد، اما به نظر می‌رسه که حتی آزادی، برابری و عدالت هم در زمره اهداف اصلی قرار نداره. در شرایطی که حالا تبعیض‌های گوناگونی وجود داره، تبعیض‌های مثلا مذهبی در داخل جامعه ایران وجود داره، خب طبیعتاً کل بحث برابری زیر سوال میره. وقتی که تبعیض جنسیتی وجود داره، یعنی زنان نمیتونن به بعضی از مناصبی که مردان در نظام سیاسی و قانونی در اختیار میگیرن دسترسی پیدا بکنن، یا پیروان ادیان و مذاهب مختلف نمیتونن در بعضی از موقعیت‌ها قرار بگیرن، طبیعتاً در این جامعه صحبت کردن از برابری به موانع جدی برخورد می‌کنه.
پرسش این دوستمون این بود که چطور میشه این بحث اهمیت شادکامی رو به گوش حکمرانان امروز رسوند، یا تصور میکنیم اصولا ناشنیده است و باید به فکر فردا باشیم و به فکر معماری و طراحی نظام حکمرانی سیاسی باشیم که بتونه این اهدافی رو که در این 4 جلسه روی اون صحبت کردیم و به نظر میرسه اهداف با اهمیتیه که میتونه مورد اجماع همه ایرانی ها هم قرار بگیره، باید روی اون متمرکز شد. والا این بحث این که میتونیم به گوششون گوش حکمرانان برسونیم، به نظر من این کفایت نمیکنه. باید چی بکنیم که حکمرانان بهش عمل بکنن. خود لایارد هم بحث میکنه، میگه چجوری میشه عمل بکنن اینا، و بحث اینه که ایشون تأکیدی که میکنه رو احزابه، احزاب وجود بیان که با این تحقیقات بیان سر کار، استفاده بکنن، اقبال عمومی رو به خودشون جلب بکنن، اینا رو ببرن تو نظام‌های چه قوه مقننه چه تو قوه اجراییه، اینا رو محقق و عملیش بکنن اینا. و وقتی که اینا به این تحقیقات گسترده بشه و اقبال جامعه بهش زیاد بشه و نشون داده بشه که این یه علمه و این علم میتونه به تعبیر ایشون فقط از پشتوانه های نهادی میتونن محقق بشن. پشتوانه نهادی که ایشون بررسی میکنه حزبه و حزب احزاب میتونه چیز بکنه اینا، و تو انگلستان ایشون برای خدمتتون عرض بکنم حزب کارگر همچین تحقیقاتی رو انجام میده که بتونه وقتی که اعضای اون حزب در مناصب مختلف قرار میگیره از این یافته ها استفاده بکنه اینا. این چیزیه که به ایشون پیشنهاد میکنه. ممکنه جواب خیلی ما رو راضی نکنه. بله. سپاسگزارم آقای حیدری. امشب 4 جلسه از سلسله برنامه‌های اهداف نظام حکمرانی به پایان رسید. ممکنه دوستان یا افراد و اندیشمندان و افراد دیگه‌ای معتقد باشند که میشه اهداف دیگه‌ای رو به این 4 هدف اضافه کرد. ایران پایدار استقبال می‌کنه از طرح اونها. اما بر اساس مطالعات آقای حیدری میشه اهداف نظام حکمرانی رو در همین 4 هدف اصلی، یعنی آزادی، برابری، عدالت و شادکامی منحصر دونست، که البته اندیشمندان زیادی هم روی اون تاکید کردن و در این برنامه ها از اونها نقل قول شد. ما بعد از این برنامه ها در قسمت بعدی و در گام بعد سراغ ویژگی های نظام های حکمرانی و نظام های سیاسی میریم که باید از اونها برخوردار باشن تا بتونن این اهداف رو محقق بکنن، و بعد از اون برنامه ها به سراغ این میریم که چطور اون ویژگی ها رو میشه در ساختار و در طراحی و معماری نظام های حکمرانی نهادینه کرد به گونه ای که اون نظام های حکمرانی خاص واجد اون ویژگی ها باشن و بتونن شادکامی رو برای مردمان این سرزمین رقم بزنن. در ادامه برنامه ها هم باز مجدداً در خدمت های دکتر حیدری هستیم و در اونجا در مورد انواع نظام های حکمرانی و نظام های سیاسی موجود در جهان صحبت میکنیم و اونها رو واکاوی میکنیم ببینیم که هر کدومشون تا چه اندازه اون ویژگی ها رو دارن و تا چه اندازه در تحقق این اهداف کدوم یک از نظام های سیاسی و نظام های حکمرانی موفق بودن. من نکته دیگه ای رو ندارم آقای دکتر حیدری، اگر صحبت پایانی هست ما در خدمتتون هستیم. قربون شما. منم از همه دوستان تشکر میکنم که این چندین جلسه همراهی کردن به امید رسیدن به ایران آزاد، ایران عادل، ایران برابر و ایران شادکام، که این 4 تا هدف به نظر من هر هدفی هن که اگه یه نظام سیاسی بخواد مشروعیت رو در خودش بگنجونه باید بیه به این 1، 2، 3، 4 هدف توسل پیدا بکنه، و امیدوارم که ما بتونیم در آینده این 4 تا رو محقق بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر حیدری. دوست دیگه ای پرسشی رو طرح نکردن. من هم به نوبه خودم از همه دوستانی که در این 4 برنامه ما رو همراهی کردند یا بعدها نسخه صوتی و تصویری برنامه رو شنیدند و دیدند سپاسگزاری میکنم. امیدوارم بحث ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نکته دیگه ای نیست، مثل همیشه پایداری ایران و شادکامی همه ایرانی ها آرزوی همیشگی است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.